یکی از عواقب جهانی شدن گسترش ویروس کرونا بسته شدن درهای عبادتخانه ها از واتیکان مسیحیان گرفته تا کعبه مسلمانان و تعطیل شدن مراسم عبادی علنی و عمومی در کشورها بود. بستن این مکان ها البته برای اکثر کشورهای با نظام های سیاسی سکولار امر پیچیده نبود. تصمیم گرفتند و اجرا کردند. ولی برای کشوری مثل ایران که حکومت در دست مروجان و مبلغان مذهب است بستر مسجدها و زیارتگاه ها کار آسانی نبود درست زمانی که طبق تبلیغ های صدها ساله روحانیت شیعه باید این مکان ها بنا به گفته امام جمعه قوم دار و شفا باشد و مردم برای شفا یافتن از امراض جسمی و روحی به اونجاها بروند حکومت اسلامی هرچند با اکراه در امامزاده ها و مسجد ها را بست و مراسم عبادت عمومی و همگانی را تعطیل کرد آیا روحانیت ایران با این کار بعد از مقاومت و دشمنی تاریخی خود با علم بالاخره مرجعیت علم را رسما پذیرفته است آیا روحانیت ایران با این کار تیشه به ریشه اعتقاداتی که مولق و مروج اون بوده نزده است یکی از کسانی که مقالات متعددی در این خصوص منتشر کرده یاسر میردامادی پژوهشگر دین و فلسفه است او از موزه نسل جوان روشنفکران دینی تلاش کرده به بسیاری از سوالهای مطرح در خصوص دین و حکومت دینی در بعد از کرونا پاسخ بدهد ولی آیا در این کار موفقیتی داشته است؟ یاسر میردامادی مهمان من در این برنامه به عبارت دیگر است. آقای یاسر میردامادی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید چکر. آقای میردامادی شما فکر میکنید بستن مکانهای مذهبی و زیارتگاه در ایران به دست روحانیت شیعه حاکم را باید تسلیم شدن روحانیان در مقابل این دونست؟ بله به نظرم باید اون رو تسلیم شدن در مقابل تصمیم گیری حکومتی دونست که با قدری تردید و مقاومت نهایتا در مقابل ایده فاصله گیری یا فاصله گذاری اجتماعی سوشال Distancing که توصیه دانشمندان بود کوتاه اومده خب حالا با توجه به اینکه که اصولا روحانت ایران کارنامه درخشانی در پذیرش علم و مدرنیته نداشته و کارنامه اونها به حال دشمنی با علم و از مخالفت با تاسیس مدرسه گرفته تا آب لوله کشی و حمام مدرن و رادیو و حتی زمانی که دوچرخه هم به ایران اومد اون رو به عنوان عرابه جن نکوهش کردند حالا فکر میکنه این یک تغییر اساسی و بنیادی در ذهنیت روحانیت ایران به وجود اومده؟ به نظرم بله درست میگی در مقابل تمام مظاهر مدرنی که یا اکثر مظاهر مدرنی که وارد ایران شده مقاومت های مذهبی وجود داشته البته این مقاومت رو نمیشه فروکاست به مقاومت روحانیان به طور عام یا فقیهان به طور خاص میدونیم که همه روحانیان فقیه نیستن ولی این مقاومت بوده این مقاومت مثلا به لحاظ تاریخی نه فقط در ایران بلکه در کل کشورهای مسلمان در مقابل قهوه وجود داشته قهوه رو مدت ها حرام می و بعد از گسترشش اندک اندک قهوه حلال شد و تعبیر خمر المؤمنین یعنی شراب مؤمنان که در مورد قهوه هنوز هم گاهی در محافل مذهبی به کار میره در واقع باقی مانده اون دوره است که خیلی فقیهان به نظرشون می آمد که قهوه مثل شراب حرامه یا در مورد صنعت چاپ که میدونیم با سه یا چهار قرن تأخیر صنعت چاپ نهایتا در جهان اسلام به طور خاص در ممالک عثمانی به رسمیت شناخته شد و خب مقاومت های بسیاری در میان فقیهان در مورد اون وجود داشت نمونه خیلی خیلی اخیرش رو نه فقط در همین داستان مخالفت با فاصله گذاری اجتماعی در اثر ویروس کرونا داشتیم بلکه نمونه مثلا یکی دو دقیقه قبلش مخالفت با ویدیو داشتیم مخالفت با ماهواره رو هنوز داشتیم مخالفت با اینترنت پرسرعت رو داشتیم بر اساس الگوی عام اینه که ابتدا با یه پدیده جدید فقیهان یا روحانیان یا بخشی از جامعه مذهبی مخالفت کردن بخشی دیگه مقاومت کردن بخشی دیگه روشن نشون دادن بعد اندک اندک اون پدیده جاگیر شده سپس فراگیر شده و اونگاه فقیهان با یه تاخیر بسیاری به اون تن در دادن. این الگوی ثابتی است برای تقریبا همه پدیده های مدرن میدونیم که گویا در افغانستان برخی فقیهان در مقابل آسفالت هم مقاومت کردند و این اساس تقریبا تمام پدیده های مدرن این الگو در موردش صادقه ما در چهل سال گذشته که جمهوری اسلامی در ایران برقرار شده ما به موازات اینکه مثلا مخالفت جدی با علم پزشکی نشده ولی در این حال تبلیغات گسترده ای با از طریق شیوه های غیر علمی و حتی خرافی برخورد به مسائل پزشکی ما کم ندیدیم و نمونه های زیادی در این زمینه هست از توصیه به شیوه های همبستر شدن برای یک فرزند زکور به وجود بیاد گرفته تا این اواخر که در مورد به ویروس کرونا از روغن بنفشه و اخوردن ادرار شتر و نمیدونم همینا هم داره تبلیغ میشه خیلی از اینا در تلویزیون دولتی ایران هم اتفاقا امکان پیدا میکنه برای این شما فکر میکنین حالا از این به بعد ممکن احیانا یک تغییر جدی در این زمینه بشه و این مسائل متوقف بشه در جامعه ببینید شاید تا فرض بفرمایید 50 60 سال قبل مراجعه به پزشک مدرن آنچنانی جا افتاده نبود میان جامعه مذهبی تا اون مقداری که الان هست روی این مراجعه به پزشک یا بهداشت عمومی تاکید میکنم چون برخی از محققان تجدد ایرانی مثل آقای دکتر محمد توکلی ترقی معتقدن که اصلا تجدد ایرانی بیش از اون مقداری که به طور طبیعی به نظر میاد که نظری بوده و مشروطه بود و حکومت قانون اون البته به جای خود ولی تجدد ایرانی اون دامن گسترش میان عامه مردم بر اثر بهداشت جدید بود یعنی چیزی که مثلا یکی از اخیرترین نمونه هاش رو در چیزی موسوم به جنبش خزینه داشتیم که شما هم به اون اشاره کردید که بر حال دوش جدید مقاومت هایی در موردش صورت گرفت ولی میشه گفت از اوایل 1300 به بعد اوج مخالفت شکسته شد ولی هنوز ما روایت هایی داریم که تا دهه حتی شست و حتی اوایل هفتاد خورشیدی یعنی مثلا فرض کنید ده سال مونده به تغییر نظام هنوز مقاومت های اینجا و اونجا در مقابل دوش صورت میگیره ولی به نظر میرسه تا حدود زیادی دست کم عامه متدینان و فقیهان اون نزاعی که میان دین و بهداشت به طور خاص و و احیانا پزشکی جدید وجود داشت رو رها کردن الان فقیهان ما به پزشکان مراجعه میکنند. گاهی حتی به بهترین بیمارستان های دنیا مراجعه میکنند. آیت سی سیستانی یه دوره برای درمان به بریتانیا اومد و برخی دیگه از فقیهان هم همینطور به این اساس به نظر میاد که تا حدود زیادی فقیهان به طور خاص که در واقع نخبه ترین بخش جامعه متدینانن اون نزاع میان دین و بهداشت یا دین و علم جدید به طور عام رو رها کردن اما بله گوشه و کنار حدیث نمائی یا چیزی روایت حالا جعلی یا غیر جعلی همیشه میتونه مستمسک پاره از روحانیان باشه برای اینکه با دین و برای اینکه با علم مدرن و با بهداشت به نزا بیفتن آقای میردامادی میشه به حاکمیت چهل سال گذشته ای ایران حاکمیت شیعه ایرانی گفت دلیل اینکه این, این سوال رو من میکنم اینه که ما مثلا در مورد همین کرونا مثلا ما مخالفت های اونچنانی از طرف ملاهای شیعه عراق ندیدیم در لبنان ندیدیم در کشورهای دیگه ندیدیم فقط در ایران بود که با اکراه و مقامت اولیه بالاخره تن در دادن به اینکه در زیارتگاه ها و امامزاده ها بسته بشه و مساجد بسته بشه بله آنچه که در ایران رخ میده بیش از اون که بتونیم اون رو به تشیع از آن جهت که تشیع است به خودی خود برگردونیم باید به اختزاعات یک نوع حکومت غیر دموکراتیک حالا چه سکولار چه مذهبی فرقی نمیکنه برگردونیم این جمله مشهوری است که صدق اون رو حالا ما بعد از چهار دهه حکومت دینی غیر دموکراتیک خیلی خوب لمس میکنیم و اون جمله اینه و یه قاعده ای رو بیان میکنه که اگر بخواهم دنیا را دینی کنم خودم دنیاوی خواهم شد و این اتفاق است که در چهار دهه اخیر افتاده یعنی حاکمیت برای به دست آوردن مشروعیت دینی اگه بخوام از استعاره چاه عمیق که امروزه با مشکلات زیست هم باهاش مواجهیم یه چاه عمیقی حاکمیت روی دین زده دست کم یه فهم خاص از دین و داره تا قطره آخر از این چاه عمیق آب بیرون میکشه برای اینکه مشروعیت خودش رو حفظ کنه و به طور طبیعی وقتی از هر پدیده سوء استفاده کنی اون پدیده پس میزنه و به انتها میرسه و یاری نخواهد کرد و این اساس بله تشیع لبنانی، تشیع بحرینی، تشیع کویتی، تشیع عراقی و همچنین تشیع در کشورهای اروپایی و آسیایی خیلی متفاوت از تشیع حکومتی در ایرانه چون این نوع تشیع های متنوعی که اسم بردیم کم و بیش به دنبال نوعی زیست مسالمت آمیز و تکسر باور با دیگر انواع زیستهای دینی و سکولارن اما در حاکمیت در ایران در واقع میخواد اون یکگی و انحصار دینی رو حفظ بکنه و نه اون رو میتونه حفظ کنه چون مشروعیتش رو از دست میده و ایمان مردم رو آسیب میزنه و نه میتونه دنیای مردم رو تأمین کنه و این اساس نقدی که بیشتر میشه به حاکمیت ایران داشت نقدی است به حاکمیت غیر دموکراتیک یعنی حاکمیتی که حکومت قانون نیست و حکومت مردم سالار نیست حالا این حکومت میخواد دینی باشه یا سکولار اختزاعات شبیه به هم داره بسیار خوب حالا شما میدونین که حکومت اسلامی ایران سالیانه میلیاردها دلار از بودجه کشور تخصیص میده به انواع اقسام نهادهای تبلیغی دینی از جمله برای گسترش و زیارتگاه ها و امامزاده ها ام شاید خیلی برای خیلی عجیب باشه ولی در ایران طی چهل سال گذشته بسیار امامزاده های جدید به وجود اومدن یعنی درست شدن در واقع که ولی خب همه اینها برای اینه که با به قول امام جمعه قوم مثلا این اماکن دار و شفا باشه برای, برای درمان امراض روحی و روانی و جسمی مردم خب حالا مردم دیدن که تمام این توسل ها و قبر بوسیدن ها نه فقط شفایی ازش نگرفتن بلکه همین روحانیون مجبور شدن در اونها رو ببندن و خیلی از این اماکن رو با الکل بشورن که پاکیزه بشن و مردم را آروده نکنند شما فکر میکنین که این باعث نمیشه که پایه اعتقادات دینی مردم خیلی سست بشه نسبت به تمام این حال اعتقاداتی که داشتند؟ اینکه آیا شده یا نه رو باید با آمار و نظرسنجی بگیم برخی آمارهایی که حالا به مقداری که ممکنه در داخل ایران گرفت رو که من دیده ام در طول این چند سال نشون میدهد که بله مردم نسبت به نسخه انقلابی سیاسی دین به طور خاص اسلام که حاکمیت در اون تبلیغ میکنه که ولایت مطلقی فقیه در رأس اون شورای نگهبان سرسپردگی مطلق میطلبه نسبت به این نسخه خوشبختانه روزافزون دارن بی اعتقاد میشن اما از اینج... این رو تقریبا ما میدونیم یعنی آمارهای مختلف حتی آمارهایی که و نظرسنجی هایی که نهادهای محافظه کار داخل حکومت یا نهادهای کم و بیش علمی تر مثل ایسپا انجام دادن اینا رو, اینا رو تعیید میکن اما از اینجا به بعدش اینکه چه چیزی حالا داره به لحاظ ایجابی رخ میده یعنی مردم اگر اون نسخه رو را رها کردن چه چیزی جاش دارن میگیرن خیلی پیچیده و متنوعه و سردرآوردن از اون و دادن تصویر خیلی مشخص و قابل دفاعی از اون سخته مثلا میدونیم که بخشی از مردم به دینگردانی conversion روی آوردن بهایی شدن زرتشتی شدن مسیحی شدن مسیحی شدن به طور خاص رو به گسترشه کلیسای خانگی حتی در قوم گزارش های داشتیم که کلیسای خانگی وجود داره این یه نوع یعنی یعنی گرایش دینی داره فرد ولی دیگه اسلام اون گرایشش رو برآورده نمیکنه بر اساس به دینی که به نظر او بهتر اون نیازهای معنوی رو برآورده میکنه رو میاره این یک گرایش ایجابی است که پدید اومده یک گرایش دیگه ای که پدید اومده گرایش به در واقع اسلام صوفیانه یا درویشیه که خیلی گسترش پیدا کرده و علتی هم که حاکمیت جمهوری اسلامی با اونها در افتاد و حسینیه در چند شهر از جمله در خود قوم خراب کرد به دستور آقای مکارم و به فشار ایشان خب همین بود بر اینکه این نوع اسلام درویشی یا صوفیانه رو به گسترشه طرف نیازهای معنوی داره از اسلام زده نشده ولی از اون نسخه انقلابی سیاسی فقاهتی زده شده به نسخه صوفیانه رو میاره. خب دیدیم که حاکمیت حتی بعضی از این درویش رو حتی ادام کرد <applause> نسخه دیگه ای که وجود داره که البته به این اسلام صوفیانه بی ارتباط نیست ولی کاملا هم با اون یکی نیست نسخه است که نوع اندیشان دینی از اسلام می پرورونند. که البته همشان گفتم با تصوف نسبتی داره ولی با فلسفه های جدید و با ایده دموکراسی حقوق بشر هم میکشه که پیوند برقرار کن و البته ناگفته پیداست که بخشی از جامعه هم دیگه هیچ دینی نداره و این اساس ما با یک به تعبیری یه چلتکی در جامعه ایران مواجهیم که حاکمیت یه جای دیگه زورش نمیرسه نسبت به اون بی‌اعتنا میشه جایی که زورش برسه سعی میکنه اون رو سرکوب کنه در مورد توسل زیارت هم همینه شما درست گفتید آقای فانی مطابق آمارها اونطور که من دیدم شاید شگفت باشه آقای فانی اگر به شما بگم که آمار امامزاده ها پس از انقلاب ایران یعنی از 57 تا الان تی 14 ده برابر شده این آماری است که خود اوقاف داده ها آمار من نیست و در مورد خرافه که حول ایده توسل و زیارت شکل گرفته یه داستانی داره آقای مجید مجیدی که کارگردان تراز حاکمیت هم هست کارگردان منتقد نیست ایشون برای یه فیلمی در یک جنگلی جایی یه چیزی شبیه امامزاده درست میکنه یه گنبد وارگاهی برای ساخت فیلمش بعد موقعی که فیلمشون تمام میشه اینو خرابش نمیکنن بعد از مدتی که آقای مجیدی برمیگرده میبینه اونجا امامزاده شده برای شجرنامه هم درست کرد شنیده بودم اینو بلد. این خیلی پدیدی عجیبی است منتها نکته دیگه که مایلم یعنی به اون اضافه کنم اینه که این رو فقط با تمایل حاکمیت دینی به خرافه پروری نمیشه توضیحش داد این توضیح مدرن هم داره یعنی کالایی شدن دین یه پدیده مدرن در همه ادیان رخ داده و رخ خواهد داد اگر ما فرض کنیم یه آینده ای باشه که حاکمیت در ایران سکولار بشه به نظرم پدیده کالایی شدن دین باز هم وجود خواهد داشت چرا به طور طبیعی تقاضا برای این نو کالا وجود داره ولی عرضه کمه یعنی تعداد امامزاده ها کمن بر به اساس برای توازن میان عرضه و تقاضا جنس بنجول جنس خرافی به میان خواهد آمد و نکته آخری که معلم اضافه کنم این که اندیشان دینی که من خودم رو در زمره اونها میدونم چه در گذشته و چه در حال در میان خودشون یه اختلاف نظری وجود داره برخی از اندیشان دینی مسلمان اصل توسل و زیارت رو خرافه میدونه اصلش رو اما بخش دیگرشون اصلش رو خرافه نمیدونه اما این نوع کالایی شدن و این نوع در واقع چنبر زدن قدرت بر روی توسل و زیارت این رو قطعا خرافه میدونه بسیار خوب البته شما این مراحل توضیح دادید البته به مسئله روشن فکران دینی هم برمیگردیم آقای میادامادی ولی در مورد در مقیاس یه مقداری وسیعتر گستردهتر این مسئله ممکنه اصول آموزه های دینی به طور کلی زیر سوال بره برای خیلی ها کما اینکه این بحثش هم هست ببینید یکی از مسائلی که مطرح داره میشه بعد از این جریان کرونا که از جانب بعضی از نظریه پردازان اجتماعی مطرح شد از هابرماس و هراری و غیره و اینا بحثشون اینه که مردم یه مقدار زیادی بیشتر فکر میکنن از این به بعد و مطالعه میکنن و فکر و مطالعه هم یعنی اینکه شک میکنن یعنی که سوال میکنن خیلی بیشتر اینا و اینها ممکنه اصولا پایه و اساس اعتقاد دینی رو در مجموع خودش به طور کلی یعنی اعتقاد به خدا رو به هم بزنه بله من قبول دارم که تشکیک هایی و تردید های در فضای عمومی وجود داره و این تردید ها و تشکیک ها رو باید جدی گرفت اما همیشه چه نواندیشان دینی و چه حتی مبلغان سنتی دین که این دوتا خب با هم فرقای اساسی دارن کوشش کردن پاسخهایی بدن البته اون بخشی از نواندشان دینی که اصل توسل و زیارت رو خرافه نمیدون اما شما ممکنه بگید که این این اشکالات خیلی بنیادی تره که بخش بنیادی ترش جناب فانی برمیگرده به مسئله شر مسئله شر به طور خلاصه اینه که در جهان شروری وجود داره چه شرور طبیعی مثل سیل و زلزله و چه شرور انسانی مثل قتل و قارت و استبداد این شرور مقدمه دومی که به نظر میرسه که بیهوده است چه هوده ای داره این همه شرور در این عالم یه شهر خیلی آباد رو یک در واقع سیلی میاد یا زلزله میاد نابود میکنه چه ای به نظر میرسه داشته باشه هوده نداره بیهوده است مقدمه سوم ای اینه که خدای قادر مطلق یعنی همه همه توان هر کاری میتونه بکنه عالم مطلق همه چیو رو میدونه و خیرخواه محضی مطابق تعریف خدا باوران وجود داره اگه چنین خدایی وجود داشته باشه اونگاه میتونه این شرور به ظاهر بیهوده رو از بین ببره اگر عالم محض همدانه میدونه که این شرور وجود داره و اگر خیرخواه محض یعنی جز خیر نمیخواد میخواد اراده داره که این شرور رو از بین ببره و این اساس چون این شرور به ظاهر بیهوده وجود دارن پس خدا وجود نداره و یا احتمال وجودش کم این به طور خلاصه مسئله شره و انصافش اینه که هم خدا باوران و هم خدا ناباوران اتفاق نظر دارن که این قوی ترین برهان علیه وجود خداست اما آیا این قوی ترین برهان میتونه وجود خدا رو رد کنه یا نه این بیش از 25 قرنی که از یونان باستان تا کنون سرش بحثه اصولا روشن دینی رو چطوری تو تعریف میکنی؟ یعنی کیه روشن دینی و مسئولیت و رسالتش چیه؟ روشنفکر دینی کسی است که در لبه سنت و تجدد به طور خاص سنت دینی و تجدد حرکت میکنه و سعی میکنه مانع بشه از اینکه لبه های سنت و لبه های تجدد آنچنان تیز بشن که خروجیش خون و خشونت و نفی باشه یعنی سعی میکنن با پل زدن روی سنت به طور خاص دینی و تجدد راهی برای سازگاری میان این دو برقرار کنه و من معتقدم اگر بخوام روی البته دانشان یعنی محدود به ایران نیستن به کل جهان اسلام برمیگردن ولی اگر بخوام روی مورد ایران تمرکز کنم که بحث ماست به طور خاص این است که ما ایرانیان حامل سه سنتیم سنت ایرانی که از پیش از اسلام آغاز شده و به خلاف اون ایده قرن سکوت و ایده های شبیه اون گسست نداشته ادامه پیدا کرده پس از اسلام و باقی موندن زبان فارسی یک از مهمترین نشانه های بقای اون سنت پیشا اسلامیه و سنت دوم سنت دینیه به طور خاص سنت اسلامیه و البته میدونیم که اون سنت اسلامی به طور خاص در ایران چقدر از سنت مانوی و زرتشتی و مسیحی و بودایی به طور طبیعی در اون سنت اسلام ایرانی اثر پذیرفته و سنت سوم سنت تجدد غربیه به طور خاص ایدهایی مثل دموکراسی و حقوق بشر و فلسفه های جدید کاری که نو اندیشان دینی یا روشن فکران دینی میکنن این است که میکوشن این سه سنت رو با هم سازگار کنن و در حالی که روشنفکران ضد دینی یا مستقل از دین معمولا یک یا دو تا از این عناصر فرهنگی سنت ما رو میخوان به ضرر اون سنت دیگه بر بگیرن به این اساس اگر در نظر بگیریم که به نظر من روحیه ایرانی در طول قرون گذشته چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام روحیه تلفیق گرانه بوده همیشه سعی میکرده سنت های به ظاهر متضاد رو با هم جمع کنه و نمونه عالیش ملا صدراست که کوشید قرآن و عرفان و برهان رو با هم جمع کنه حالا چقدر موفق بود کاری ندارم ولی چنین نیتی داشت اگه بپذیریم که روحیه ایرانی روحیه تلفیقگره اونگاه کاری که نو اندیشان دینی میکنن با روحیه ایرانی سازگارتره و ضمناً از دیدگاه های بدیلش که به یه نوع آنتاگانیزم و یه نوع تضاد میان این سوساند میرسه برای ما مفیدتره. هم با روحی ایرانی سازگارتره، هم برای ما مفید تره. یعنی به عبارت دیگه آقای میردامادی شما در یک جامعه دموکراتیک آینده هم میخوان به نوعی نقش دین هم در این, در این قضیه دموکراتیزه شدن جامعه ایران کماکان مؤثر بمونه بله کاری که نواندیشان دینی میکنن این نیست که دین رو از حوزه عمومی حذف بکنن کاری که نواندیشان دینی میکنن این است که حضور دین در عرصه عمومی رو دموکراتیک و تکثر اندیشانه بود که میخوام رو قطع میکنم شما بهتر میدونید که در جامعه سکولار آزادی دین به مراتب پاسداری بیشتری میشه نسبت به یک جوامع دینی که سرکوب دینی در اونها به مراتب شدید تاره. در نتیجه چه احتیاجی هست که ما از موزه دین بریم و بخوایم از موزه دین به یک جامعه سکولار یا به یک جامعه دموکراتیک برسیم به این دلیل که اونها, دی اونها دین رو حامل ارزش های معنوی و اخلاقی عامل بسیار مهمی برای ثبات جامعه میدونن و به لحاظ نظری و فلسفی دین رو قابل دفاع میدونن در این حال معتقدن حقوق کسانی که باورهای دینی ندارن و حتی باورهای ضد دینی دارن هم باید محفوظ بمونه و به این صورت حتی متدینان هم بهتر استفاده کنن بین اساس اونها از یک سو نوع اندیشان دینی مدافع دینن اما دین مدنی و از سوی دیگه مخالف حکومت دینی هستن چون حکومت دینی هم دین رو زایع میکنه و هم دنیای مردم به نظر شما با همه اینها جامعه ایران به خصوص بعد از ماجرای کرونا به طرف سکولاریسم مری میره خیلی مشکل داوری اما اگه من بخوام به یک حدسی خطر کنم معتقدم که بعد از کرونا تلقیهای بدیل از دین یعنی تلقیهای نو یا صوفیانه گسترش پیدا خواهد کرد و تلقیهای خرافی و حاکمیت محور بیش از پیش ضعیف خواهد شد خیلی متشکرم آقای یاسر میردامندی از حضورتون در برنامه به عبارت دیگه ممنونم شما خواهش